درود بر شما مخاطبین عزیز در این بخش با من همراه باشید چندی قبل خبر نگران کننده ای توسط شورای حل اختلاف وزارت تعاون اعلام شد مبنی بر اینکه شکایت های تعویق دستمزد کارگران در سال 98 نسبت به سال 97 کاهش 22 درصدی داشته برداشت من این بود که ناامنی شغلی این شکایات را کاهش داده به این معنا که کارگر از ترس اینکه شغلش را از دست بدهد در مقابل تعویق سه ماهه و چهار ماه و حتی پانزده ماهه پرداخت دستمزد سکوت می کند و ترجیح می دهد در همان شغل بماند به امید اینکه یک روزی حقوقش پرداخت شود. دلیل کاهش شکایت از تأخیر دستمزد را باید در عوامل دیگری جستجو کنیم بنابر مشاهدات ما غیر از نگرانی کارگران بابت ناامنی شغلی و ترس از اخراج که مشکل دائمی است و همیشه هم وجود داشته ناکارآمدی سامانه جامع روابط کار یکی از دلایل انصراف کارگران شکایت های مربوط به تأخیر دستمزد است نیمه دوم سال 98 سامانه جامعه روابط کار توسط وزارت تعاون راه اندازی و اعلام شد که از این پس هر گونه ثبت شکایت حضوری ممنوع است و تمام شکایات باید در این سامانه ثبت شود که به دلیل مشکلات عدیده این سامانه و پیچیدگی روند اداری ثبت شکایات بسیاری از کارگران در نیمه راه از ثبت شکایت تأخیرهای دو ماهه و سه ماهه دستمزد منصرف می شوند. بنابراین، یکی از دلایل کاهش آمار این بوده اما دلیل دوم نگران کننده تر است سهم دستمزد در هزینه های تمام شده ی کالا و خدمات در سال 99 به قدری تنزل کرده که برای کارفرما قابل پرداخت است و به همین دلیل هم بسیاری از صاحبان صنعت همچنان مشغول پرداخت حقوق و دستمزد هستند ظرف ماهای اخیر خبرهای مکرر در مورد افزایش حوادث کار این نگرانی را دامن میزند که کارفرما به دلیل ناتوانی از برابری هزینه و درآمد و کاهش سوداوری تأمین امنیت محیط کار را یا به اولویت آخر تبدیل کرده یا کاملا فراموش کرده و کارگران باز هم به دلیل نگرانی از ناامنی شغلی در مقابل این تزییه حق هم سکوت می کنند. بنا به آنچه از آمار حوادث شغلی در سطح استان تهران رصد می‌کنیم، افزایش چشمگیری در حوادث کار نداریم اما اعلام حوادث شغلی افزایش داشته و همین اتفاق یکی از دلایل کاهش حوادث شغلی بوده. میزان حوادث شغلی در کشور ما بیشتر از باقی کشورها نیست اما اشتغال در صنایع خطرآفرین در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است. البته در همه این سالها کوتاهی کارفرما در تأمین ایمنی محیط کار اتفاق افتاده که سابقه تاریخی هم دارد و همیشه با این مشکل مواجه بوده ایم که برخی کارفرمایان فقط به دنبال سوداوری هستند و از تهیه لوازم ایمنی گران صرف نظر می کنند که همین اتفاق به بهای سلامت و جان کارگر تمام می شود. اما مشاهدات ما نشان می دهد که دلیل نگران کننده افزایش آمار حوادث شغلی در شرایط فعلی کاهش تمرکز کارگران در محیط کار است که البته این اتفاق هم کاملا طبیعی است و نیاز به بررسی علمی هم ندارد. خودتان را به جای کارگری بگذارید که امنیت شغلی ندارد و مشکل معیشت و هزینه مسکن دارد و با این گرفتاری های فکری پای دستگاه فرز نشسته در حالی که حواسش جای دیگر است و حالا به این وضعیت نقص امکانات ایمنی را هم اضافه کنید. این دو عامل دست به دست هم میدهد که آمار حوادث شغلی بیشتر شود در حالی که با توجه به اتفاقات سالهای اخیر و از بین رفتن اشتغال و افزایش بیکاری باید به میزان اشتغال از بین رفته در بخشهای مختلف شاهد کاهش و حوادث شغلی باشیم که این چنین نیست بیش از پنجاه درصد حوادث شغلی در صنعت ساختمان اتفاق میافتد و با وجود آنکه ظرف دو سال گذشته شاهد رکود در صنعت ساختمان بودیم آمار حوادث شغلی در این بخش همچنان بالاست به همین دلیل که عوامل دیگری در این بخش باعث حوادث شغلی می شود. این سوال من برایندی از جوابهای شماست چندی قبل گزارشی از وزارت بهداشت و انستیتو تحقیقات تغذیه داشتم که اعلام می کرد بر مبنای نتایج مطالعات دهکای درآمدی پایین به سمت حذف مواد غذایی مفید رفتند به این معنا که تعداد قابل توجهی از خانواده ها در طول یک سال گذشته مصرف گوشت و لبنیات را قطع کردند. قطع مصرف این مواد غذایی مفید و حذف از سبد هزینه های خانوار هشداری درباره خطر سوء تغذیه فراگیر به خصوص در اخشار درآمدی پایین است. کارگران چه شاغلان در بنگاه های رسمی که از حقوق و بیمه و مزایا برخوردارند و چه شاغلان مشاغل غیر رسمی به شدت در معرض خطر سوء تغذیه و گرسنگی مزمن و از دست دادن سلامت جسمی و در نهایت کاهش تمرکز هستند که به گفته شما یکی از مهمترین دلایل افزایش حوادث شغلی است کارگر با این وضعیت درآمد و تورمی که هر روز بیشتر می شود و با این وضعیت سلامت جسمی تا کجا می تواند تحمل کند سال گذشته و قبل از وقوع سونامی تورم و کرونا که معیشت همه اخشار را تحت تاثیر قرار داد به دنبال انجام مطالعاتی در وزارت تعاون اعضای کمیته دستمزد نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت این توافق را امضا کردند که سبد هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با, با بود متوسط 3 3 همه نفر و برای تأمین حداقل‌های استاندارد چهار میلیون و نهصد و بیست هزار تومان است امروز این رقم باید بیش از 6 میلیون و 700 هزار تا 7 میلیون تومان باشد اما در حال حاضر مزد تعیین شده برای کارگران شاغل و رسمی و برخوردار از بیمه در محدوده 2 میلیون و 600 هزار تا 2 میلیون و 800 هزار تومان است و اگر هزینه مسکن و سایر هزینه ها را از خرج ماهانه خانوار حذف کنیم این رقم به تنهایی فقط برای خوراک ماهانه یک خانواده کفایت می کند. نگرانی مسئولان وزارت بهداشت کاملا درست است و مشاهدات میدانی ما هم نشان میدهد که به دنبال تورم بخش مسکن که امسال اتفاق افتاد و نظم زندگی خانوار را برهم زد کارگران مجبور شدند به سمت تهیه مواد غذایی با ارزش غذایی کمتر بروند چون فقط به سیر شدن فکر میکنند سال گذشته پرسشنامهای ای در جامعه آماری 500 نفری کارگران پخش کردیم و این کارگران اعلام کردند که هیچ یک قادر به پرداخت هزینه ترمیم مشکلات دندانی نبودند و بنابراین فقط برای کشیدن دندان خراب هزینه داده بودند. امروز دیگر مقوله آموزش برای سرپرستان خانواده های کارگری معنایی ندارد و آنها صرفا قادر هستند سهم بسیار کمی از درآمدشان را برای آموزش فرزندانشان اختصاص دهند. تفریحات و سرگرمی تقریبا از سبد هزینه خانواده های کارگری حذف شده و اینها هشدارهای جدی برای جامعه است. متاسفانه این هشدارها آنقدر ادامه داشت که به میزان دسترسی به مواد غذایی همسرایت کرد. عجیب نیست با وجود آنکه به وفور درباره مزر بودن فسفودها و سوسیس و کالباس صحبت می شود هنوز مصرف سوسیس و کالباس در کشور ما آمار تصاعدی دارد که دلیلش جز فقر و ناتوانی از خرید محصولات غذایی سالمتر و با ارزش غذایی بالاتر نیست امروز باید حساب کنیم که مرغ پنجا هزار تومانی و قیمت یک کیلو گوشت چند درصد از دستمزد روزانه یک کارگر است همه اینها زنگ های هشدار بابت هزینه های آتی در حوزه اجتماعی است. بودجه که امروز برای تأمین رفاه مردم تخصیص داده نمی شود در آینده باید برای تسکین و جبران دردهایشان هزینه شود. کارگر تا چه زمانی می تواند این شرایط را تحمل کند؟ تا تحمل را چطور معنا می کنیم؟ اگر منظور معادل معنایی واژه تحمل است، تحمل کارگر خیلی وقت است که تمام شده. اما اگر منظور دیگری از این واژه داریم جای بحث مفصل دارد که نمیخواهم به آن بپردازم با سپاس از همراهی شما مخاطبین عزیز تا تحلیلی دیگر بدرود